نوشافرین خواننده محبوب و مشهور کشورمون عزادار شد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. متاسفانه لحظاتی پیش با خبر شدیم که خانم نوشافرین پدرشون رو از دست دادند. خانم نوشافرین با منتشر کردن یک پست اینستاگرامی خبر درگذشت پدرشون رو منتشر کردند و با این خبر دردناک یک خبر غم‌انگیز دیگر هم مبنی بر فوت پدرشون منتشر کردند و این چنین نوشتند: پدرم ابراهیم عبدی را برای همیشه از دست دادم. چه دردی است که در وطن پدر از دست بدی و در غربت به سوگ بشینی. خانم نوشافرین پدرشون در ایران زندگی می کردند و خانم نوشافرین سال هاست که از پدرشون دور بودند و در نهایت در غربت به سوی پدرشون نشستند و برای پدرشون عزاداری کردند. بسیاری از طرفداران ایشون و همکاران ایشون در گذشت پدر خانم نوشافرین رو بهشون تسلیت گفتند. پدر خانم نوشافرین دندان پزشک بودند و در نهایت به علت کهولت سن جان خودشون رو از دست دادند. فاطمه عبدی گلنگشی با نام هنری نوشافرین متولد سال 1335 خواننده و بازیگر مشهور کشورمون که در حال حاضر مقیم ونکوور کاناداست. سعید راد بازیگر پیشکسوت سینما همسر سابق خانم نوشافرین محسوب میشه. نوشافرین با نام اصلی فاطمه عبدی سال 1335 در استان گیلان و در روستای گلنگش در دهستان خورگام واقع در بخش امارلوی شهر رودبار متولد شد. در دوره کودکی پدر و مادرش از هم جدا شدند. او فرزند نخست خانواده است و 4 خواهر و 2 برادر داره که حاصل ازدواج دوباره پدرش هستند. خانواده نوشافرین از اوایل دوران کودکی او به تهران مهاجرت کردند و در خیابان قطرالدشت ساکن شدند. او در مدرسه ترانه می‌خواند و مورد تشویق دیگران قرار می‌گرفت. در سال 1351 و در سن 16 سالگی هنگامی که در دبیرستان کیوان واقع در خیابان مرتضوی تهران مشغول به تحصیل بود و همزمان در یک شرکت مشغول به کار بود، در پی خواندن یک آگهی از جانب استدیو پیام مبنی بر نیاز به یک چهره جدید جوان جهت ایفای نقش در یک فیلم سینمایی به دفتر این استدیو رفت. نام آن فیلم شورش بود و قرار بود رضا میرلوهی آن را کارگردانی کند. در میان تعداد زیاد دختران جوان به دلیل شباهت ظاهری نوشافرین به آفرین اویسی که پیش از این هنرپیشه سینما بود و در آن زمان به دلیل ازدواج از هنرپیشگی دست کشیده بود، خانم آفرین اویسی به همین دلیل نوشافرین که اومد تست بازیگری داد به عنوان بازیگر نقش خانم آفرین اویسی مورد توجه قرار گرفت و اتفاقا فیلمبردار این فیلم هم همسر خانم آفرین اویسی بودند به نام آقای ایرج صادق‌پور که فیلمی رو که نوشافرین در اون به جای همسر آقای صادق‌پور یعنی به جای خانم نوشافرین اویسی نقش آفرینی میکردن رو فیلمبرداری میکردن. نوشافرین در کنار زنده یاد ناصر محمدخانی مرد ماندگار سینمای ایران بازیگری خودش رو در این فیلم برای اولین بار به معرض دید گذاشت. شروع فعالیت هنری نوشافرین با توجه به معیارهای آن زمان جامعه ایران بعدها براش دردسرساز شد. در زمان شروع فعالیت هنری نوشافرین اغلب چهره‌های جدید سینمایی در فیلم‌ها نقش‌های سکسی ایفا می‌کردند
و او هم از این قاعده مستثنا نبود. نوشآفرین با یک مدیر تهیه به نام مظاهری قرار بازی در 5 فیلم رو امضا کرد که در تمامی آنها علاوه بر نقش اول زن بودن، گریزی از لخت شدن وجود نداشت. فیلم اول او قصه ماهان به کارگردانی جواد طاهری، فیلمی با مایه‌های عرفانی در مورد تناسخ بود که صحنه‌های عشق بازی و عریان آن ایجاد جنجال زیادی کرده بود. این فیلم در دستبندی معمول تجاری آن زمان قرار نمی گرفت و موسیقی متن آن به هنرمندی مرتضی حنانه از تاثیرگذاری خاصی برخوردار بود. دومین فیلم نوشآفرین دشمن نام داشت که در رده فیلم‌های تجاری خوش ساخت قرار گرفت، زیرا خسرو پرویزی کارگردان این فیلم بود و با اینکه فیلم‌هایی که می‌ساخت تجاری بودند، اما جز بهترین فیلم‌های اون سال‌ها بودند. نوشآفرین در این سال‌ها کنار هنرپیشگانی نظیر سعید راد ایفای نقش کرد که بعدها با او ازدواج کرد. نوشآفرین پس از 17 سال زندگی با سعید راد ایران را به قصد هندوستان ترک کرد و از سعید راد جدا شد و پس از مدتی راهی آمریکا شد. نوشآفرین یکی از بازیگران و خواننده‌های مشهور در دوران جوانی بود. این زوج یعنی نوشآفرین و سعید راد پس از 17 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند، اما هرگز نوشآفرین فرزندی نداشت و سعید راد یک دختر داشت که نوشآفرین تا زمانی که با سعید راد زندگی میکرد، دختر سعید راد رو به عنوان دختر خودش دوست داشت و همیشه هم در مصاحبه‌هاش اعلام میکنه که من با این که با سعید مشکل داشتم و سعید آدم بد اخلاقی بود توی زندگی مشترکمون، اما من بچهش رو دوست داشتم و تا مدت ها هم باهاش در ارتباط بودم. ولی خانم نوشآفرین امروز اعلام کردند که متاسفانه به هر صورت با غم غربتی که دارن در خارج از کشور، پدرشون رو در ایران از دست دادن. پدر خانم نوشآفرین یکی از دندان پزشکای مشهور و پیشکسوت و قدیمی در ایران بود و خانم نوشآفرین با غم این که دیگه پدرشون رو هرگز ندیدن در ایران و نتونستن بیان ایران که برای آخرین بار پدرشون رو ببینن، این بزرگ مرد رو از دست دادن. روح پدرشون شاد و خداوند به خانم نوشآفرین هم صبر عنایت بکنه. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو راجع به خانم نوشآفرین بفرمایید، بنویسید. به نظر شما آیا نوشآفرین میتونست رقیب جدی و اصلی خانم گوگوش باشه در عرصه هم بازیگری هم خوانندگی؟ لطفا نظراتتون رو بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ بکنید و در کنارش به فارسی بنویسید گوگوش. البته نیوز تیوی رو به صورت انگلیسی یا فینگلیش سرچ بکنید و منتظر ویدیوهای جدیدمون باشید. لینک این ویدیو رو هم برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه‌های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و دانمارک و نروژ و سوئیس و انگلیس و فرانسه و بلژیک و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر بکنید و روی کلمه سابسکرایب هم کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید. سپاس فراوان که با ما همراه بودید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.